اگه دلت شکسته، غمگینی یا که خسته، چارشیه یه لبخند. اگه تنها نشستی، حوصله‌ات سر رفته، چارشیه یه لبخند. اخباتو تو هم کردی، گره تو ابرو کردی، چارشیه یه لبخند. قوری گل قرمزی با توپ زدی شکستی، چارشیه یه لبخند. مشقاتو تو نوشتی، کار نداری نشستی، چارشیه یه لبخند. پرستو پندار کجان؟ تو خونه تنها هستی، منتظرش نشستی، چارش چیه؟ یه لبخند. تو برنامه یه لبخند، فقط و فقط یه لبخند. دنیامون رنگا رنگه، با لبخند شادی ازت میریزه، با لبخند هر بچه ای عزیزه، با لبخند مهربونی زیاده، با لبخند شادی داره میباره، با لبخند دوستای خوبی باشی، با لبخند راهی قصه هاشی، با لبخند کنار هم میمونیم، با لبخند پرستو قصه میگه، با لبخند پندار نمک میریزه، با لبخند شکر خدا میکنیم، با لبخند همه رو دعا میکنیم. سلام سلام و کریسمستون مبارک. 95 سلام به روی ماه همتون، کریسمستون مبارک. من هم سلام میکنم به شما بچه های گل تو خونه، کریسمس مبارک. خوش اومدید به برنامه کریسمسی امروز. امیدواریم هر جا که هستید خوشحال و سرحال باشید، لبخنده رو لباتون باشه و اما آماده برنامه امروز ما باشید. باشید آماده باشید با برنامه. امروز بخواییم جشن بگیریم با هم، آهنگای قشنگ خوشگل بخونیم، برنامه‌های کریسمسی ببینیم، شما زنگ بزنید با ما صحبت کنید، مسابقه هم داریم. چرا؟ بله امروز روز کریسمس، یعنی تولد عیسی مسیح. تولدت مبارک عیسی کوچولو. تولدت مبارک عیسی مسیح. مرسی که به دنیا اومدی، خیلی خوشحالم کردی. بچه های اومدی برای ما. بله. یک چیزی بگم بچه ها، بچه های تو خونه که امروز یا تو این هفته تولدتون، یا حتی هفته پیش، یا دوستاتون، فامیلاتون، اقوام، هر کی هم کلاسی که تولدشون در هفته پیش و این هفته بوده، حتما حتما زنگ بزن اسمشون رو بگید، آهنگ تولد مبارک خیلی قشنگ برای شما و برای عیسی بخونیم با هم. بله پس آماده بخن. شما هستیم. اگر هم دوست دارید با ما تماس بگیرید و برنامه شرکت کنید، بریم که راه های ارتباطی و بچه ها بگید که شروع کنن و زنگ زدن. بله اولین ها اولی شماره تماسای برنامه است که اگه میخواید زنگ بزنید با ما صحبت کنید زنده مستقیم، به این شماره زنگ بزنید، مسابقه هم با همین شماره باید زنگ بزنید. بله این شماره که الان اینجا دارید میبینید، من اونجا بلش میذارم میره میخوره به اون، شماره تماس ما هستش که شما میتونید به ما زنگ بزنید، از این طریق تو برنامه شرکت کنید یا با ما صحبت کنید. بله وقتی که زنگ میزنید کامپیوتر با شما صحبت میکنه، ولی نگران نشید، دکمه شماره یک رو که بزنید وصل بشید به همکارای خوب ما که منتظرن با شما صحبت کنن و به شما بگن که وقتی منتظرید دوستای گلمون، لطفا صدای تلفناتون رو نه زیاد کنید، صدای تلویزیونا رو کم کنید. من همیشه اینا رو یک دوراهی قرار میگیرم، بعضی وقت اشتباهی میدم. خدای مهربون جواب میده. آره و بعد به شما میگن که چند ثانیه صبر کنید تا شما رو وصل کنن و بتونید با ما صحبت کنید. خیلی راحت. اگر صدای تلویزیوناتون رو کم نکنید، متاسفانه نمیتونیم با هم صحبت کنیم، به خاطر اختلاف زمانی که وجود داره نمیتونیم با هم حرف بزنیم، متاسفانه تلفن شما قطع میشه و کلی وقت برنامه گرفته میشه که بچهای دیگه میمونن پشت خط. این شد راه تماس ما برای شرکت در مسابقه و صحبت کردن تو برنامه. این است بریم راه دوم. برو از
راه اومد. اومد بچه اومد. شماره 95 اومد. شماره مورد علاقه 95. همونی که اول گفت. من دوست دارم. بگو. خب راه ارتباطی بعدی تلگرام هست. و میتونه از طریق تلگرام به ما مسیج بدید و عکس بفرستید. از تلگرام وایبر هم یکیه شماره شما. آره وایبر هم هست. بله. دو تاش یک. وایبر هم که رنگ خودته. بله بله. بعد هم رنگ منه. تلگرام رنگ لباسشه. بله. بعد میتونی از طریق تلگرام و وایبر برای ما عکس و موویای کوچیک‌ها، یعنی فیلم‌های کوچیک، ویدئوهای کوتاه، ویدئوهای کوتاه بفرستید و دیگه عکس بفرستید. بله. اوه ما منتظر رسیدن عکس ها، نقاشی ها و یا پیام های شما از این طریق هستیم. پیغام هم میتونید بنویسید اگه میخوام با ما صحبت کنید یا چیزی برامون بنویسید، هم میتونید اینجا بنویسید. فقط یه کار نباید با این شماره انجام بدید، اونم زنگ زدن. ما نمیتونیم به این شماره زنگ بزنیم. نقاشی هم بکشید. نقاشی 95 هم بکشید. نقاشی کریسمسی قشنگ هم میتونید برامون بکشید یا عکسای قشنگتون از درخت، اگه درخت کریسمس گذاشتید خونتون، میتونید عکسای قشنگ حالا خودتون بغل درخت کریسمس، فقط عکس درخت کریسمستون برای ما بفرستید. من اگه... بعد از برنامه میگیرم عکس. اگه شما بیننده ما باشی حتما میدونید بچه‌ها که ما یه قسمت خیلی قشنگی داریم که بهش میگیم روی ماه بچه‌ها. این روی ماه بچه‌ها همین عکسایی که در طول هفته بچه‌ها واسمون فرستادن و شمایی که در طول این هفته عکساتونو فرستادید، ما واسهتون پیغام دادیم جمعه پخش میکنیم، امروز حتما پخش میکنیم. بله منتظر دیدن عکساتون باشی. بریم راه بعد. شود میشود. خب بریم راه بعدی. راه بعدی هم بگو. اسکایپ. آره فکر کنم اسکایپ. شما بگو. این شماره رایگانه بچه‌ها، وقتی به زنگ میزنید مجانی. آره پولی نباید پرداخت کنید به شرکت مخابرات و اینا، فقط اینترنت باید داشته باشید و یک وسیله هوشمندی که این اسکایپ روش نصب کنید، بتونید با ما صحبت کنید. مجانی رایگان. خیلی هم خوبه. بله از این طریق هم میتونید با ما تماس بگیرید و با ما صحبت کنید یا تو برنامه شرکت کنید. بریم بعدی. بعدی چی بود؟ بعدی شماره پیامک ما هسته. پیامک یا همون اسمش روش هست دیگه. فقط میتونید شما به این شماره پیامکاتون رو بفرستید. منظورتون اسمس هست دیگه؟ همون اسمس. بله این هم هست. راه بعدی فیسبوک برنامه ماست. واو. که میتونید برید جستجو کنید اونجا برنامه لبخند، برنامه ویژه کودکان، لبخند برنامه ویژه کودکان اونجا پیدا کنید و لایک کنید و دنبال کنید همه چیزهایی که مربوط به برنامه لبخنده. عکسای معمای هفتگیمونو میذاریم، صدای بچه‌ها رو میذاریم، خیلی اونجا فعالیت میکنیم. به امید خدا سال جدید بیشتر میکنیم فعالیتامون رو. ما هی به خودمون قول میدیم میگیم سال نو دیگه میریم فعالیت میکنیم. 2016 اصلا سال فعالیت فیسبوکی لبخند اعلام کنیم. بره پیک قبوله. lakhara@7parts.com ایمیل برنامه ماست. جونم 95 میگم من با این لباس جدیدم چه پرستیژی گرفتم. بله بله سی لباس نو مبارک. ما هم دیگه رفتیم خریدیم. بله کادو کریسمس گرفته. بله 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 کادو کریسمس گرفته. منم همینطور. منم همینطور. منم همینطور. منم لباس کریسمس گرفتم. بله منم یک سال منتظر بودم که کریسمس بیاد لباس نو بگیرم با هم زد کنم. به 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 می‌بینید الان معلوم نیست من یه ذره آها اینجوری الا خوبی؟ بایسته نه یه ذره شما برو عقب برو عقب برو 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 یه جور بگیری کلا قدی بیفته برو 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 خب الان من خودم بکنم ببینم شلوارم خیلی خوشگله خوش رنگه ها حالا پرستو؟ آره بلوزه منم آره منم بلوزم جد قرمزه خب خب حالا لباس من لطفا لباس نمبر 5 کفشا کفشا تکمه هم خریده تکمه نو خریده نه اینجوری مرسی متشکرم شما نرف دوربین اومد طرف شما دیگه بچه ها یادتونه ما برنامه زمستون یه آهنگ خوندیم کلاه و دستکشم کو کپشنه اونکتم کو بودو بودو رفت همه رو خرید تا ما اینا گفتیم گفت من ندارم که من همین با همین رکابیه دارم میچرخم رفتیم مثلش خریدیم مبارکت باشه گذاشتیم پای درخت کریسمس تلفن زنگ میزنه به دوست عزیزمون غلامرضای عزیز از شیراز زنگ زده بود
که تلفن چقدر کاکو اشکال نداره دوباره زنگ بزن. کریسمست مبارک غلام رضا. مبارک بسیار بسیار زیاد. دوباره زنگ بزن. منتظری؟ بله منتظر. تلفن شما قطع شده؟ دیگر رو نگران نباشید. دوباره زنگ بزنید ما اینجا منتظر جواب شما هستیم. همین کار فقط روز کریسمس. بله چرا نمیتونن میتونن انگیزه شون از دست بدن میتونن ناامید بشن ولی این کارو نمیکنن. دوباره زنگ میزنن. از الان میتونید با ما در تماس باشید. حالا چه در تلگرام و وایبر و یا اینکه اگه دوست دارید تو برنامه شرکت کنید کریسمس رو تبریک بگید و یا تو مسابقه شرکت کنید میتونید با ما تماس بگیرید. منتظریم. بچه برنامه چیه؟ میخوایم بریم میان برنامه ببینیم یا میخوام آهنگ بخونیم؟ بریم یه میان برنامه اول ببینیم. میدونی چرا؟ آقا لقمانی خسته. آره خسته. خیلی دوست دارم آقا لقمانی رو. بریم منم خیلی دوست دارم. بریم ببینیم. به 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 سلام بچه های گل عزیزای دلم خوبی بابا جان سلامتی خب خدا رو شکر خدا رو شکر به 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 چه بچه های خوبی بله منم داشتم کتاب مقدس بخوندم بچه ها نزدیک کریسمس هم هست اتفاقا خیلی خوبه که ما بیشتر کتاب مقدس بخونیم زندگی عیسی مسیح بیشتر یاد بگیریم البته همیشه کتاب مقدس خوندن خوبه حالا این مناسبت که میشه باید بدونیم خب این کریسمس که میگن اینقدر خوشحالن همه جشن میگیرن برای چه خوشحالن الان من دارم از روی کتاب مقدس که برای بچه ها نوشته شده ترجمهش خیلی راحته میخونم برای شما میتونم بخونم شما لذتش رو ببرین کیف کنین به 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 بله چی داشتم میگفتم آها میخواستم براتون از کتاب مقدس کودکان بخونم اینی که الان براتون بخوام بخونم بچه ها نقل قولیه از طرف مریم مادر عیسی مسیح که اون شبی که عیسی مسیح به دنیا اومد اینا رو تعریف میکنه میگه همان شب چوپانان به دیدن ما آمدن آنها داستان عجیبی برای ما تعریف کردن اینجوری گفتن چوپانان گفتن وقتی که آنها مشغول مراقبت از گوسفندانشان بودن ناگهان فرشته نورانی رو دیدن که مقابلشون ایستاده بود چوپانان خیلی ترسیدن بله چی داشتم گفتم چوپانان خیلی ترسیدن بعد فرشته رو به اون چوپانان اومد گفت نترسید نترسید من خبر خوشی برای شما دارم امروز برای شما در شهر داوود یعنی همون شهری که داوود اونجا حکومت میکرد پادشاه بود نجات دهندهی که همون مسیح خداوند باشه به دنیا میاد بعد فرشته پیشه بعد اونا پیشه فرشته های دیگه برگشت فرشته رفت بالا بعد اونا با هم فرشته ها داشتن تو آسمون سرود میخوندن میگفتن خدا را در آسمان ها جلال باد بله بله و در زمین در میانی که مردم در میان مردمی که خدا را خوشنود میسازند به 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 آرامش و صفا برقرار باد بله چی داشتم میگفتم فرشته ها بود در آسمان داشتن سرود میخوندن خوشحال بودن از اینکه عیسی مسیح به دنیا اومده به زمین اومده تا آرامش و صلح و دوستی و محبت در زمین برقرار بشه ببینید اگر شما خودتون برید این کتاب رو بخونید حتما متوجه میشید قبلا هم حتما من براتون گفتم شما یادتونه که عیسی مسیح در کجا به دنیا آمد در یک آخر جایی که حیوانای اهلی رو نگهداری میکنن اونجا خیلی جای خیلی محقر و خیلی جای مثلا چیزی نیست که بگیم بله این پادشاه به این قدرتمندی چه جای زیبا و خیلی عالی بدون نه یک جای خیلی محقر این به خاطر چیه؟ چی میخواست به ما بگه؟ بله بله داشتم میگفتم که این پیغامی که عیسی مسیح به ما میخواد بده که عیسی مسیح میاد برای همه مردم دنیا نه فقط برای ثروتمند و برای همه ثروتمند و فقیر و همه تا یه روز دیگه شما رو به خدا میسپارم کریسمستون هم مبارک خدا نگهدارتون باشه بابا خدا حافظ بله بله میگم من عاشق این آقا لقمانی هم آره گوش کن خیلی قشنگ حرف میزنه
بله خیلی قشنگ و خوب بود. مرسی آقا لقمانی. مرسی آقا لقمانی. برای آقای لقمانی عزیز و بچه منتظر تلفن‌های شما هستیم. پندر جون جانم آقای لقمانی همیشه کتاب مقدس میخونه بچه ها، اصلا کلن کتاب زیاد میخونه، کتاب مقدس هم خیلی میخونه. من این اخلاقش خیلی دوست دارم، به منم همیشه نصیحت میکنه، میگه ببین پندر جان چی داشتم میگفتم، بعد 5 دقیقه باید سب کنم ببینم چی داشته میگفته، بعد میگم آره داشتم میگفتم کتاب زیاد بخون خیلی خوبه، علل خصوص کتاب مقدس که ازش خیلی چیزای خوبی یاد میگیری. الان این قسمتی که خون درباره تولد عیسی مسیح بود که کجا به دنیا اومد و این اطلاعاتش رو زیاد میکنه درباره کتاب مقدس. به خاطر همینه که بچه هر دفعه از لقمانی یه سوال میپرسیم یک جوابی از کتاب مقدس پیدا میکنه. بله و به ما گفتش که اصلا چرا کریسمس رو جشن میگیریم. بله امیدوارم بچه‌های عزیز یاد گرفته باشن. یه بار دیگه بگو چی بگه؟ چرا جشن میگیریم؟ آره گفتی؟ به خاطر اینکه عیسی مسیح به دنیا آمده امروز. خب دیگه بله من که میدونستم گفتم یه بخش بچه ها نشنیده باشن. بله این هم بهش قرمز آمان کریسمسه. بچه ها یک چیزی بگم، ترنم عزیز دختر خوب و مهربان اومده یک کاردستی درست کرده خیلی خوشگله از درخت کریسمس، مثل همه که ما اینجا داریم ایشون یک درخت کریسمس خوشگل درست کرده. ترنم تبریک هم گفته کریسمسو. ترنم کریسمس شما هم مبارک. کریسمست مبارک. دوست داریم دختر خوب. بله سارینا عزیزم گفته که ما رو خیلی دوست داره و کریسمس هم به ما تبریک گفته. مرسی سارینا جون. بله مرسی سارینا. همینطور سارینا عشقتیم پا. بله آقا یار دفت برای همه بچه این رو پوا بفرست از این سر کنه. بله یک خود تمرکز این کریسمسی یه پای مخصوص هم باید داشته باشیم برای دایانا 8 ساله از شیراز که کریسمس رو تبریک گفته، گفته خیلی دوستتون دارم. ما هم خیلی دوستت داریم. 95 بوسش کن. یه بوس مخصوص. این یه بار دیگه بگی به من چی میگه اولش؟ پجوجو پجوجو دلنیا عزیز خیلی دوستت داریم. مرسی که پیغام گذاشتی دلنیا جونم. ما هم دوستت داریم. ببین پشت تلفن کیه. دیانا که الان اسمشو گفتم. چه جالب. سلام دیانا از شیراز. هلو خوبی عزیزم؟ کریسمس مبارک. ای جونم چه دختر خوبی. بکنم دیانا اولین شرکت کننده. اول دو تا تلفن داشتیم از شیراز، اولیش قطع شد، دومی شیراز در رو خط داریم. دیانا جونم آماده بریم تو مسابقه شرکت کنیم؟ بچه شما سوالی چیزی ندارین از دیانا بپرسیم؟ نه پس بریم تو مسابقه شرکت کنیم. دیانا آماده بریم تو مسابقه؟ 1 2 3 نه بله نگفته هنوز. دایانا جون آماده ای بریم تو مسابقه شرکت کنی؟ بگو بله. اینو منتظر تشویق کن. محکم یه دونه محکمشو بگو. محکم خوب با انرژی زیاد. بله قبوله؟ صدای تلویزیون تو کم کن دایانا جون. باشه آفرین. خیلی خوب. تا صدای تلویزیونش داینا کم کنه، فقط بهش نگاه کنه. من خواهش میکنم که تصویر مسابقه رو بیارن دوستان تا داینا بتونه این توپه رو دیدی؟ چرا زود رفت بچه؟ خواستم توضیح بدم به داینا. یه بار دیگه کجا اون توپه؟ الان بگو اون توپه که من کجاست الان توپه. یه بار دیگه بچه یه بار دیگه. خیلی خوب داینا جون دقت بکن لطفا شروع کنید. این توپه رو نگاه کن ببین کجا میره، زیر کدوم جعبه میمونه. آره هی تکون میخوره، شما باید بگی کجاست. اگه گفتی کجاست توپه رو پیدا کن زیر کدوم جعبه است. گفت وسطی. بچه ها وسطی رو انتخاب کرد. منم میدونم ولی بذار ببینیم که درسته یا نه. وسطی رو تاچ کن. بله
چه خوشگل برد میریزه سره. آفرین به دانا. نیست بچه ها، توپ محبته. توپش محبته، درست گفتی دانا. آفرین، درست گفتی. آفرین به تو، اینم سوت موفقیتت بود. آفرین دانا. دایانا جونم مرسی که زنگ زدی، خیلی دوستت داریم، خداحافظ. ما هم دوستت داریم، بای بای. خیلی خیلی بچه ها، 5 دی تولد نازنین عزیزه. 5 دی بله. میشه پنج دی همین گوشت. بچه ها یادتون الان گفتم که ترنم کار دستی درست کرده. خب دوباره عکس فرستاد، عکس خودشه که کار دستش تو دستش هم فرستاده. بله بیا متوجه این کار دقیقا کار خودش بوده. آره اینم خودشه، دختر خوب و نازنین، فرشته روی زمین. این ترنم جمعه هفته دیگه دوباره تازه داره برنامه رو میبینه، داره میبینه، داره پشت تلویزیون هم تلویزیون روشنه. عزیزم خیلی از چقدر از بچه ها عکسایی از درخت کریسمس و زمستون کشیدن برای ما فرستادن. این معلومه همین الان نشسته درست کرده. جمعه هفته دیگه عکسش رو دوباره توی روی ماه بچه ها پخش میکنه. آره آره، اینم یه عکس خیلی زیبا از دوست عزیزمونه که کریسمس رو تبریک گفته به ما. به به، خیلی قشنگ. منم ببینم. بچه‌های عزیز گلم، بچه‌ها جونم، اگر شما دوست دارید پیغاماتون رو بخونید، پیغام تبریک کریسمس دارید برای همه بچه‌ها، میتونید روی وایبر و تلگرام واسمون بفرستید، مثل ترنم و دایانا و خیلی از بچه‌های دیگه. ما زود و تند و سریع همه‌شو براتون میخونیم بچه‌ها. خیلی خوب. عکس مائده و متین خیلی قشنگه، بغل عکسشون دراز کشیدن. یه نقاشی کشیدن. خیلی خوشگل و نازه. یه نقاشی که فکر کنم متین نقاشیو کشیده دیگه. آره خب مائده هنوز نمیتونه نقاشی بکشه. نقاشی کشه ولی کنار هم خوابیدن نقاشیشو هم گذاشتن. من یکم پایین تر بگید که آره. باشه. دیدی؟ چقدر قشنگه. آخه خیلی نازه. اینم از خیلی. بچه ها من پیشنهاد دارم. چیکار کنیم؟ موافقین که اگه تلفن نداشته باشیم ما. اگه تلفن موافقین جان؟ نداریم. فعلا میگن تلفن نداریم. آهنگه رو بذاریم یکم دیرتر. نه یکم دیرتر. دیگه بخونیم. حالا میخوام یه چیز دیگه نشون بدیم. ما رای میگیریم آقا، سه نفری. چی بهتون بگم؟ بگو. کی هدیه کریسمس خیلی دوست داره؟ من. دوست داری؟ من براتون هدیه گذاشتم زیر درخت کریسمس. ولی الان دست نزنید بعد از بعد. ها همین راجع به درخت کریسمس میخوایم بریم یک ویدیو کوتاه، یک انیمیشن قشنگ راجع به درست کردن درخت کریسمس بهتون نشون بدیم که اگر امسال درخت کریسمسون درست نکردین یا خیلی کوچیک بود یا مثلا بلد نبودین، سال دیگه یاد بگیرین یه درخت کریسمس خوشگل خوشگل درست کنین. بریم انیمیشن کوتاه. خود درخته یا خود درخت؟ خود درخت که خب سخته ولی تزیین کردن. درخت آماده می‌خریم از آره. صحبت کردیم از تو جعبه در میاری بعد تزیینش. آره بریم ببینیم انیمیشن درخت کریسمس رو. بریم ببینیم. Thank you.
از ویدئوی کوچک درخت کریسمس. منم یاد گرفتم. شما هم یاد گرفتید. اصلا سال دیگه شما درخت کریسمس رو بزنید. باشه حتما رو چشم. کادوها رو که باز کنیم بچه‌ها. اینا کادوها اینجاست. یکی از کارهای خیلی زیبایی که انجام میشه تو کریسمس همین هدیه دادن به هم دیگه. هدیه نه فقط خودت یار برای یه نفر می‌ذاری زیر درخت کریسمس دیگه. هدیه دادن به هم دیگه تا بتونیم همدیگه رو شاد کنیم و این نشون بدیم که به فکر و یاد همدیگه هستیم. منم برای شما هدیه گذاشتم ولی شما برام هدیه نذاشتید. من ندار هدیه. از کجا می‌دونی اون مال توئه؟ بچ. واس. واسی بچ. از لطفاً من نشون بدید همکارانم. از کجا می‌دونی هدیه مال توئه؟ این مال کی؟ دو تا هدیه است. اون مال بعد از برنامه است نه الان. هر از تو واسه من هدیه گذاشته. من به کی بگم آخه؟ باز نکن. تو شما نمی‌بینی چیه؟ تو یکی از بعد. تو یکیه. باش. کنار خود عیسی مسیح که براتون گذاشتم. دوست داری؟ بدم نیست. آدم ببینید بچه‌ها، اتفاقاً واسه اینکه این کارو کردیم دلیلش این بود که هدیه کریسمس دلیل نداره حتما چیز گرون قیمت باشه. بله. حتما نباید آیفون 6 باشه که. حالا 5 هم بود آخه. ولی نه جدی میگم. اگر هدیه کریسمس باز می‌کنی آفرین. حتی یک شاخه گل. میدونی حتی یه شکلات باور کنید. من یه شکلاتم هدیه کریسمس که دقیق خوشحال شدم. اینی که یکی به یاد آدم بوده، یکی میاد این سنت قشنگو انجام میده که کادو میدم مثلا خیلی با محبت و عشق یکی هدیه رو تقدیم یکی میکنه، اینه که مهمه. ارزش مادیش اصلا اهمیتی نداره باور کن. آره معلوم بودی جو که تو هدیت رو باز کردی. اصلا معلوم 95 جونم چرا تو ناراحتی؟ چرا غمگینی؟ غمت نبینم. 95 من نمیبخشم. برای چی؟ اینکه یادم رفت حتی یه شاخه گل بگیرم. وایس بچه ها 95 یه دونه از اون بوسا واسه ما بفرست. خودش آخر کادوه. باشه 100 تا بفرست. نه یه دونه بفرست. نه یه دونه بوس. گوش کن دیگه گوش کن. یه دونه بوس ولی با یک جمله کوتاه محبت آمیز. از محبت خورها گل میشود. نه دیگه نه یک دونه خودت بگو. از خودت بگو. از تو دل خودت. اون دل به اون گندگی کلی حرف توش جمع میشه. نه اول اینکه توش قفزه. خدا رو شکر میکنم که پندار جون پرستو جون اینجا هن. من از اون کره اون بالا ها بردن تو برنامه. ما نه بردیم خودت اومدی برای خب ما پذیرفتیم دیگه. خب آره من اومدم ولی میتونستی بگی نه نه یا قبول کردید. منم خوشحالم. بعد خیلی شما مهربونید. خدایا خداوند شکرت میکنم. آفرین. چقدر خوب. اتفاقا بچه یکی از روزا و شبهایی که آدم خیلی خوبه که بشینه دعا کنه شکرگزاری کنه به خاطر همه نعمتهای خوبی که خدا بهش داده، حتی تولد عیسی مسیح، همین کریسمسه که میتونی دور هم باشیم دعا کنیم همدل بشیم. خیلی هم قشنگه. مرسی باور کن بهترین دیگه کریسمسه که حرف دلشو بقیهش هم بیا که برو تکمیل همین یه دونه بوس تشدید داره. نفس آها اینه. تمام اعماق وجودش بود. این بوس میده چجوری بود؟ شما هم بیوست اینجوری بود. حتی این تلفنم بود. اینجوری بود. بله از تندار که کلا رفت از برنامه. یعنی موج پشمنو برد. این بوس از این تایی دل گندم بود. مرسی خیلی دوستت داریم. نه بفن بچه من میگم بریم شعر رو بخونیم دیگه. شعر رو بخونیم دیگه. شعر بخونیم. شعر کریسمس میخوایم بخونیم. فقط باشی من باید یک وسیله دارم که بچه خیلی وقت از این سوال نکردم. برو تا آهنگ شروع شه. شما وسیله شاعر میگه چی؟ هر چی دلت میخواد ببر. فقط گیتار منو نبر. گیتار با خودت نبر. بذار من برم بیارم. بیار. گیتار منو با خودت نبر. برو دیگه آهنگ جون. آهنگ شما عیسی
مثل نوری کتابی. گیتار بهت میدم. بگو دو ره می فا سول لا سی. این قدم اول یاد گرفتی. آهنگش بود. آره دیگه دو ره این نوته داره. خیلی خوبه. مبارک دوباره. اینه. کریسمس مبارک. کریسمس مبارک. کریسمس مبارک. گیتار منو با خودت نبر. کوچولوهای گل نازنین منتظر اسمای تولدی هم هستیم و آهنگ تولد هم آماده هست. نازنین رو گفتم، گفته پنج دقیقه تولدشه. نازنین تولدت مبارک، تولدت مبارک، محمد رضا از تهران گفته که برنامه ما رو خیلی دوست داره. ما هم خیلی دوست داریم محمد جان از تهران. محمد رضا عزیز کریسمست مبارک. کریسمست مبارک محمد رضا. بله پیغاماتونو به وایبر و تلگرام بفرستید، حتما میخونیم مثل همه این بچه هایی که فرستادن پیغاماشون. مرسی، تشکر میکنیم از پیامکای قشنگ که برای ما میفرستید. زنگ بزنید به ما، مسابقه قشنگی داریم تا بتونید تو شرکت کنیم. منتظرتون هستیم. شما حتما راجع به یه نفری که تو کریسمس هدیه میاره شنیدید. بله. اسمش چیه؟ پرستو. بگم من از هدیه آوردم یه پرست. بگو. سد. سد؟ سد؟ آه تو سیاره اینا بهش میگن سد. سد من فکر کنم فامیل شماه. دوربین داره نشون میده. کوه من ندیدم. یه بار دیگه نشون بده. من ندیدم. آها اینه. عکسش اینجا رو جواب. آفا ای بیا چقدر قشنگ بودی. بیام بغلش هم چیزه. بیام بچه ها این عکس بابا نوئل بود. آره. اینم مجسمه که درست از اون آخری که عیسی مسیح توش به دنیا اومد. میبینیم که این سه تا مجوسی ستاره شناسا که حتما داستانش شنیدین اینجا هستن. آره هدیه بردن. هدیه آوردن تو دستشون میبینیم. اونم یکی از چوپوناست که چوپانایی که فرشته بهش ظاهر شده گفتش که بیا نترس اینا ایناش. گوسفندش هم گذاشته رو کولش اومده. اینجا هم همونطور که میبینین آخره، چون اینجا یه ببعی خوابیده، یه گاو گوساله خوابیده. اینم مامان عیسی مسیح مریم و اینم خود عیسی کوچولویی که تازه به دنیا اومده. به 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 ریم شده شناسا برای عیسی مسیح هدیه هم برده بودم. پس چقدر قشنگه. درسته به به. کریسمس به هم دیگه هدیه بدیم. من بگم یه چیزی بگو. من هدیه بدم بیشتر خوشحال میشم. هدیه بدیم بیشتر خوشحال میشم. تشویق. همه هدیه وقتی که میدم بیشتر خوشحال میشم. هدیه من رو بدوست دارم. پس اون چیزم ماشین نکه کنترلیه، اونم بده به من. باشه. آره. آره. باشه اول فکر کنم. اون مال خودشه. لوت کن. دیگه میدی میگیری دیگه. یه دونه دیگه بگو بیان. خب آها راست داشتیم راجبه. میدی. راجبه این گفتیم، حالا خوب شد که اونا هم دیدیم. ولی این بابا نوئله. بابا نوئل حتما همه راجعش شنیدن. میدونن که خیلی مهربونه، کادو میده به بچه ها. ولی خیلی خوبه. یکی از ویدئوهایی داری بچه ها. بچه ها بعضیشون میرن بابا نوئل میبینن چون خیلی کوچولو هم گریه شون بگیره میترسن. بعضیشون هم میخندن خوشحالن. خیلی جالبه. حالا من اومدن به این چی دیدم؟ یه پاپا نوئل دارم رو موتور. آره. اون احتمالا دیر رسیده بوده. اون عربش خراب شده، مجبور سوار موتور بشه بره. بابا نوئل موتوری بوده. یه دم زنگوله دستش بود. داره. اونم چه جاله. اتفاقا بچه اگه دیروز برنامه ما رو دیده باشید،
ما رفتیم دهکده بابا نوئل، خونه‌شو نشون دادیم، محل کارشو، جایی که زندگی میکنه، مردم میرن باهاش عکس میگیرن، اونو نشون دادیم. تازه امروز هم میخوایم راجع به ملاقاتش با بچه‌ها. آره بریم ببینیم. مثلا ریش سفیده، این کلاه قرمز میذاره، بچه ها از اخوان میترسن ازش. نه خیلی قیافش مهربونه. آره مهربونه، خودشون خیلی مهربونه، فقط قیافش نه. خب بهمنی ها کوچولو بودن دیگه، اونا که گریه میکردن اگه دیگه، اونا که بزرگتر بودن میخندین اینجا به حالش میکردن. آره میدونی چرا گریه میکردن بچه ها؟ چون بچه هایی که خیلی کوچولو هن هستن، هر کسی که شبیه بابا مامانشون نباشه یا تا حالا اولین بار دیده باشن گریه میکنن. خاطر همون غریبی میکنن. غریبه، سلام غریبه. از بچه منم یه بار اینطوری شدم. آره چیا که؟ رفته بودیم خرید، بعد یه دفعه نواتندم من یه شفه نمیشناسم اینجا، اینقدر ترسیدم. نمیم پول 35-70-45 اینا بود. اسمشون هم کجا میشناسی؟ خب ما همه میدونیم که عددیم دیگه با. بعدش یه دفعه انقدر تحصیل بوده پمومون بابام که آره. همه خیافه ها برای اینجوری میومد. بعد دیگه یه دفعه مامان اومد که بچه جو تو کجا رفتی؟ دست منو ول کردی؟ خوشحال شدم بودم. خدا رو شکر که حالا الان پیش ما هستی. 95 کریسمست هم دوباره مبارک باشه. همه بچه های عزیز کریسمستون مبارک. بعد چند تا پیام میخوای برای ما بخونی پندار؟ بله، امیر محمد عزیز از یزد دوباره پیغام گذاشته و گفته من عاشقتونم. وای ما خیلی دوست داریم امیر محمد، هم شما رو هم همه بچه ها رو. بله بفهم. شعرهای خیلی قشنگی هم واسه همون میفرسته امیر محمد، میخونه ویدیوهاشو چند بار پخش کردی. مرسی عزیزم. آره. خیلی دوستت داریم. آره خیلی. گفتی راستی اسم سارینا رو گفتی که؟ سارینا رو گفتم، نازنین هم گفتم که تولدش 5 دی. آره. سه چهار باری گفتم. آره سارینا گفته که پس هدیه من کو. سارینا جون هدیه یه هدیه بفرست ببینم. آره یه هدیه خوش بریم. آره بزرمت هدیه منم به شما سارینا عزیز، کریسمست مبارک. ببخشید خیلی پایی نبود مثل 95. اشکال نداره، صدا داره خوبه. هیچ اشکالی
هیچشگاهی نداره. شماره نداره. میبینم که خیلی از بچه‌های عزیز همچنان دارن به شماره وایبر و تلگرام زنگ میزنن. دوستای گلم، عزیزای دلم، لطفاً به این شماره زنگ نزنید، فقط پیغاماتون رو بنویسید، عکساتون رو بفرستید. به شماره تماسی که همین الان دارید این زیر میبینید، اینجا توجه کنید، به این زنگ بزنید تا ما با شما صحبت کنیم. این تلفن وایبر تلگرام شماره‌اش برای زنگ زدن نیست. قربون شما. مرسی. بچه نظرتون چی؟ قصه عیسی مسیح، تولد عیسی مسیح از کتاب مقدس بخونید. من خیلی موافقم. بسیار. آره. هفته پیش 95 کدوم قسمت رو خوندیم؟ اونی که فرشته میاد پیش مریم و بهش میگه که یه بچه خواهی داشت. درسته؟ بله. ادامه‌اش رو بخونیم با هم دیگه از کتاب مقدسمون. ببینیم چی نوشته. بعد از این قضیه، بعد از اینی که فرشته پیش مریم رفت، یوسف که نامزد مریم بود در همان شهر ناصره زندگی میکرد. کار او در آن شهر نجاری بود. مریم و یوسف تصمیم داشتن که به زودی با همدیگه عروسی کنن. اما یک شب که یوسف به این چیزا فکر میکرد، در خواب فرشته ای را دید و فرشته به او گفت با مریم عروسی کن و او را به خانه خود ببر. بچه‌ای که مریم در شکم خود دارد از روح القدس است. وقتی بچه به دنیا آمد اسم او را عیسی بگذار، یا امانوئل. بله، او مردم خود را از گناهانشان نجات خواهد داد. یوسف از خواب بیدار شد و همان کاری که فرشته به او گفته بود را مو به مو انجام داد. در همان روزها امپراتور روم فرمانی صادر کرد. او میخواست مردم را سرشماری کند. برای انجام این کار هر کس باید به شهر اجدادش میرفت. چون یوسف از خاندان داوود پیامبر بود، پس به شهر بیت لحم مسافرت کرد. از ناصره به بیت لحم سفری دور و دراز بود. زمانی که قرار بود یوسف و مریم عازم شوند، به تولد بچه چیزی نمانده بود. پس آنها از تپه و کوه ها گذاشتند تا بالاخره به شهر بیت لحم رسیدند. شهر خیلی شلوغ بود و خیلی ها برای سرشماری آمده بودند. مریم و یوسف نتوانستند در هیچ مسافرخانه جای پیدا کنند. در همین موقع بود که مریم باز بچهش را به دنیا بیاره و آنها به ناچار به داخل طویله‌ای رفتن، آخری رفتن. بله. و مریم در همانجا پسر خود را به دنیا آورد. چون در آن آخر چیزی نبود، پس مریم نوزاد را در قنداقی پیچید و او را در آخر گذاشت. بله، الانم داریم تصویرش رو میبینیم. ببین 95 گفتش که فرشته به مریم گفتش که اسمش رو عیسی میذاری. آره. که 95 گفت یا امانوئل. میدونی امانوئل یعنی چی؟ امانوئل یعنی به زبان که عبری آرامی که اون زمان صحبت میکردن یعنی خدا با ما. خدا با ما اسم اون بچه رو میذاری، یعنی که مردمی که صداش میکنن هی یادآوری کنن به خدا، چون که این بچه عیسی مسیح یعنی که خدا با ماست، یعنی کنار ماست، یعنی دیگه اومده به زمین متولد شده و با ما. آره. چقدر قشنگ. خیلی تلفن. سلام میکنیم به سمیرای عزیز از کردستان. سلام. سلام سمیرا. امروز اصلا آهنگ نداشتیم. آره. خوبی سمیرا؟ آهنگ کردی؟ بله. الان میذارم. خیلی ممنون. مرسی. کریسمست مبارک سمیرا جون. کریسمست مبارک. سمیرای عزیز. شما کردی بلدی دختر خوب؟ بله. میخوام که به زبان کردی یک تبریک به بچه هایی که دارن برنامه ما رو میبینن بگی و یک دعا بکنی براشون که امسالی که پیش رو داریم سال خیلی خوبی باشه براشون. میشه لطفا؟ منتظریم. بگو.
نمیشه. نمیخوای تبریک بگی؟ اشکال نداره. نه میتونه خجالت بگیر. آره خجالت بگو. میخوای تبریک بگو. نظر شبت شد. نظر تبریک بگو. بله. داره میاد. نالا کنی عزیز جشن و جشن مبارک. مرسی جشن مبارک. مرسی عزیزم بابا. خب شما موافق هستی که بریم تو مسابقه امروز سمیرا عزیز؟ بله. بریم با سمیرا جون و مسابقه امروز ما. یه توپ خیلی قشنگی میبینی با سه تا جعبه. خب خیلی لباسم. آره این توپ زیر یکی از این جعبه هاست. اگه این جعبه ها رو الان باز کنن و بعد میچرخی و شما باید دنبال توپ بری و به ما بگی توپ در آخر در کدام جعبه هست. بریم ببینیم چی کار میکنی. و الان توپ در سمت هست. کریسمس. مرسی مرسی که زنگ زدی. مرسی که مسابقه شرکت کردی. مرسی عزیزم. خدا حافظ سمیرا. بای بای. مرسی مرسی. خب دوست عزیزی دیگه نیست پشت خط اگه نیست من فکر کنم دیگه خوبه که دیگه بیشتر از این بچه ها رو منتظر نذاریم. همه از ساعت 4:30 نشستم پای برنامه منتظر چی هن؟ اگه گفتی اصلا هیچکی نمیگه. هیچکی نمیگه. خودش ببینم خودش بلده. بریم بریم. یک دو سه. We'll be right back.
بله بچه عزیز، منتظر روی ماه شما هستیم که در طول هفته برامون بفرستید، جمعه هفته دیگه باز دوباره پخش کنید. خیلی قشنگ بود. سوین گفته از طرف من 95 رو دو تا بوس کن. مرسی. وای چقدر این ور یه دونه. دو تا. این من هم بعد بفهم. بیا دیگه. اون ور. من بیام اون ور، یعنی واقعا بیام. بچه های عزیز، از طرف سوی پیغام گذاشته امانوئل 8 ساله. امانوئل 8 ساله پیغام گذاشته، کریسمس رو تبریک گفته. ما هم کریسمس رو به تبریک میگیم امانوئل. مرسی مرسی، کریسمست مبارک. فاطمه زهرا، فاطمه زهرا از مازندران هم کریسمس رو به همه مردم تبریک گفت. مرسی. همچنین گلاره عزیز که عکسش رو قبلا نشون دادیم، اونم از تهران کریسمس رو تبریک گفته. یه دوستی کلی از این درخت های کریسمس رو سمون فرستاده. بعد گفته تقدیم به عمو پندار، خاله پرستون 95. میبوسمتون. ما میبوسیمت. هزار رفته بودیم داشتیم بچه ها عکس های بچه ها رو میدیدیم، چند تا از خطمون پر بود، بچه ها پشت خط بودن، نمیدونم اسماشون چی. اگه اسماشون رو به ما بگین حداقل ازشون تشکر کنیم. مجده، محمد رضا و سمیرا. سمیرا مرسی بچه ها که زنگ زدی. پشت خط موندین، قطع شد، ما معذرت میخوام، دوباره زنگ بزنیم. نرگس هم کریسمس رو تبریک گفته به همه بچه های دنیا. مرسی. مامان امیر عباس هم تبریک گفته. مرسی مامان امیر عباس. مرسی. واقعا مرسی. کریسمست مبارک. پارمیدا گفته چرا عکسمون نشون ندادی؟ وای وای وای. حالا نشون بده. کو ببینم کدوم عکس. وای وای وای. پارمیدا منکوش. کی فرستاده؟ نه این عکسشو فرستاده. نشون دادی مادر؟ این عکسو نشون دادی. نشون. آره. من ندیدی. حالا یه بار دیگه نشون بده. اشکال نداره که. بچه‌مون ندیده. آره یه بار دیگه نشون بده. نه هاشش ایشون هستن. دیدی کوشش کوشش. ارشیای عزیز از عراق، ارشیای عزیزم از عراق هم کریسمس رو تبریک گفته، هم گفته من برنامه شما رو خیلی 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 دوست دارم. ما هم خیلی 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 دوست دارم. دوستتون داریم. بله مرسی مرسی. چی گفتی؟ آره میخواستم من راجع به عیسی مسیح بگم تا بچه ها زنگ بزنن تلفنشون بس بشه. تلفن اشکال نداره. اول تلفن. سلام. سلام. هلو. سلام. سلام. سلام به پسر عزیز. از ارومیه زنگ زده. همیشه هم به ما زنگ میزنی. کریسمس مبارک. پسر جان ترکی بلیرسن. کریسمس مبارک. کریسمس مبارک. کریسمس بایرموز مبارک ول سو پسر جان. بله. مبارک باشه کریسمس. کریسمس شما هم مبارک. آفرین. تشکر می‌کنم. کوسر خوب و مهربان، دختر خوب و نازنین پیشروتم. یواش برو نخوایزم. کوسر جون آماده‌ای بریم تو مسابقه شرکت کنیم؟ اگه آماده یه دونه بله اینقدی. شاید هم بزرگتر، محکم بله. قوی. بله. این بله دست محکم داشت. پس بریم تو مسابقه. خیلی خوب. ما اینجا 3 تا جعبه داریم. وقتی که من بهش اشاره بزنم شروع کنه به حرکت کردن و چون میبینی که زیر یکی از این جعبه‌ها یک توپه. توپ محبت. خب پس بریم که توپ رو خوب دقت کن، وقتی جا به جا شد به ما بگی محبت زیر کدوم جعبه است. میبینی جعبه هم هدیه است، یعنی محبت رو به هم دیگه هدیه میدیم. تو جعبه های هدیه ما هر چیزی ممکنه باشه ولی اصلش محبته. بریم ببینیم که اینها اینجاست. این گوشه محبت بنفشی هم هست. برو بخر. برو ببینم به نظر تو الان محبت کجاست؟ زیر کدام جعبه پنهان شده؟ فکر کنم کوسر از تلویزیون داره صدای ما رو میشنوه، به خاطر همینه که یکم تأخیر پیدا کرد، ولی اشکال نداره. دقت کن به من بگو. ردیف سوم یعنی سمت چپ راست یا وسط؟ اینطوری به من بگو، من متوجه شدم کوسر جون. مرسی. چپ راست وسط کدومه؟ آهنگ کریسمس آذری هم نزدیم ها برای کوسر. آفرین، الان داره میره تو کارش. خب به من بگو چپ راست وسط کوسر بگو. بابا
سمت راست کرسر سمت راست رو انتخاب کرد. پس برگردیم، من میخوام اشاره کنم به این کامپیوتره. اول بریم راست کافی کرسر بابا نویل و این آدم برفی هم خوشحال خندان که درست کفیم. مرسی که زنگ زدی به ما کرسر مهربان، خدا نگهدارت باشه. امید خدا. یه عکس خیلی زیبا، یه نقاشی خیلی زیبایی گرفتیم از سپینود عزیز که نقاشی‌های قشنگی برای ما میفرسته. سپینود که آخر نقاشیه. این هم یه درخت کریسمس استادی پر از هدیه‌های زیبایی. مرسی عزیزم. آفرین سپینود، یک کریسمس مبارک باشه عزیزم. کریسمس تبریک مبارک سپینود عزیز با نقاشی قشنگه. نویمی و سپینود بچه‌ای هستن که واسه ما نقاشی خیلی قشنگی میفرستن. محمد رضای عزیز از چهار محال و بختیاری پشت خطه. الو سلام به روی ماهت. دو چشمون سلام. سلام خوبی عزیزم؟ سلام چه پسری چه چیزی. مرسی که زنگ زدی، کریسمست مبارک. کریسمست مبارک محمد جان. کریسمست مبارک باشه. دوست داری که مسابقه شرکت کنی؟ بله بریم با محمد عزیز. بریم با این توپ محبت ما توپ محبت ما بریم با این توپ محبت خوبمون که زیر یکی از این جعبه هاست. نمیدونم الان کجای دقیقا. مثل رنگ موی منه. آره مثلا شاید الان هم فکر میکنی یعنی رنگ موی شماه. بریم ببینیم. بذار این جعبه ها باز شد و توپ رو نشون بدم. بریم ببینیم. توپ محبت که رنگ 95 این وسط بود دنبالش کن ببین کجا. ببخشید یه لحظه اشتباه شد خودش بود. بذار یه بار دیگه بره. تقصیر پنداره دیگه. پیام بازرگانی میره کامپیوتر رو اشتباه میکنه. خب توپ اینجاه. بریم ببینیم کجا میره. حالا ببینیم کجا. خب چی شدیم مسابقه ما؟ این توپ گیر کرده. بایست این توپ محبت ما گیر کرده. یه توپ دیگه میاد. برو پندار از اینجا. پندار بیا پیش من. همین مسئله توپ. برو ببین کجاست. محکم بچه ها میخوام ببینم. اگه گفتی کجاست توپ الان بیا. آها نه توپ وسط مسابقه هن. الان وقت پن نیست. بذار وقتی که ما رو نشون دادن یه یا ها بذار بچسی. آخه عالی بود. بر اگه گفتی کجاست توپ محمد. از توی نایم ندیدی ندید محمد. نه چپ چپ آه سمت چپ رو گفت. اینو گفتی یعنی دیگه. بریم ببینیم. بریم ببینیم. آفرین محمد درست گفتی. توپ رو پیدا کردی. کریسمست مبارک. مرسی خدا حافظ. مرسی زنگ زدی. مرسی درست گفتی. خیلی خوب درست گفتی. بچه ها تلفن دیگه داریم پشت خط که بخواه با ما صحبت کنه؟ داریم میگم داریم. اصلا میان برنامه چیه؟ صحبت چیه؟ آهنگ چیه؟ بریم صحبت. مگه میشه؟ بله میشه. هم داریم هم میشه. ببین کی پشت خطه. سلام. سلام. هلیا از خرم آباد. به به به. تلفن داریم. هلیا جون چند سالته؟ هلیای عزیز صدای تلویزیونتو لطفاً ببند. 6 سالشه هلیا. صدا تلویزیونتو کاملا ببند، فقط بهش نگاه کن، با تلفن صحبت کن. آفرین هلیا. قبوله؟ بله قبول. جانم سلام خوشگل خوبی؟ عزیزم صدامونو میشنوی؟ کریسمست مبارک 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 مبارک. سلام عزیزم خوبی؟ صدای ما رو آره صدای تلویزیون داره گوش میکنه. آره نمیتونی. خیلی دوست دارم. خیلی دوست داری. خیلی خیلی. زیاد
حالا آماده هستی بری تو مسابقه؟ سلام. متاسفانه هلیا با تلویزیون گوش میکرد، تلفنش هم قطع شد. بچه وقتی زنگ میزنی من بس یه بار بگی زنگ میزنی لطفاً با تلفن تو صحبت صدای تلویزیون کامل ببند. ببین کی پشت خطه. سلام. سلام. متاسفانه مژده از استان فارس بود قطع شد. علی از مراغم زنگ زد و قطع شد. عزیزای آره. ما دیدی ما داشتیم همین گفتیم الو سلام خوبی، اونا پشت خط بودن قطع شدن ولی نتونستیم نه با اون دوستمون که صحبت نکرد صحبت کنیم نه با اینا قطع شد. لطفا صدای تلویزیوناتو کاملا ببندید، فقط با تلفن صحبت کنید. مرسی بچه. یه خبر مهم. چه خبری؟ پار میداد تولدت مبارک از طرف سودا دختر خالت. واو پار میدای من کو. بچه آهنگ تولد مبارک بخونید. تولد نازنین عزیز و پارمیدا بود. یه چک کنیم ببینیم دیگه تولد کسی نیست. آره چک کن تو آهنگ تولد آماده شه. میخوام آهنگ تولد بعد دیگه آه یکی دیگه دوست عزیزم گفته دختر خالم تولدش اسمش دیاناست. واو پس شد دیانا، شد نازنین و شد پارمیدا. پارمیدا نازنین دیانا تولدتون مبارک. تولد تو عزیز دل مبارک، لبخند باشه به لبه همیشه ای عزیزم. آی پسر کوچولو، آی دختر خنده رو، روزت خجسته باشه شادی و خنده باشه. آی پسر کوچولو، آی دختر خنده رو، روزت خجسته باشه شادی و خنده باشه، شادی و خنده. زبون توی روز تولد تو با هم یاد میگیریم هممون. عزیز و عشق و راستی، چقدر خوبه براستی، دنیای پر محبت باشه تو صمیمیت. عزیز و عشق و راستی، چقدر خوبه براستی، دنیای پر محبت باشه تو صمیمیت، باشه تو صمیمیت. عزیز کدا زدید؟ تلفن داریم بچه ها. تلفن. سلام ماهان. ماهان از دسپول زنگ زده 9 سالشه. کریسمست مبارک. ماهان جونم سلام، کریسمست مبارک. مری کریسمس. ممنون. مرسی شما مبارک. مرسی عزیزم. مرسی تشویق کنیم ماهانو. ماهان جون آماده ای تو مسابقه شرکت کنی؟ چی شد؟ سلام. تشکرلار. از دسپول زنگ زده. تشکرلار. کریسمس شما مبارک. مرسی. مرسی عزیزم. مرسی. بریم تو مسابقه شرکت کنیم ماهان عزیز. ولی قبلش ماهان باید یه کاری بکنه. صدای تلویزیونش کاملا ببنده، فقط با تلفن صحبت کنه. اگه الان صدا میشنوی کنترل بردار، صدای تلویزیون رو ببند کامل، فقط بهش نگاه کن و با تلفنت صحبت کن. آفرین بهتون ماهان عزیز. قبوله؟ چه چیزی؟ خیلی خب پس ما بریم تو مسابقه. بریم تو مسابقه. بریم با ماهان عزیز. بلدی چطور یا برای توضیح بدم ماهان جون؟ بگم واسه چیه این داستان این مسابقه مون، جعبه ها و محبت و توپ و اینا. بگم میگم زیر این جعبه ها یه دونه توپ محبته، کادو میدیم به بقیه، محبت میدیم، عشق محبت صفا. حالا شما دقت کن که وقتی این داره حرکت میکنه به ما بگی توپ زیر کدوم جعبه است. بریم. آره گفتی. بریم.
آقا بریم اینا این وسط این محبت بنفشه برو حرکت من داشتم اون برای نگاه میکردم ندیدم کجا شما به من بگو چپ راست وسط مهان کدوم زیر کدوم جعبه توپ محبته آفرین دقت کن و فکراتو قشنگ بکن به من بگو سمت چپ یه رو انتخاب کرد سمت چپ رو بزنیم ببینیم درست یا نه این چپ درست حرفش عوض کرد ولی چپ درست بود آفرین به ماهان عزیز که درست گفتی ماهان جان مرسی زنگ زدی کریسمس مبارک درست گفت نه خواه آخرش دوباره گفت راست اشتباه دیگه اون موقع گلا رو ریخته بودی سر مرسی عزیز دلم شما درست گفتی خب بریم صدای بچه ها رو الان بزنیم آره صدای بچه ها رو داریم دیگه ولی قبلش تلفن جواب صدای بچه هم مال پیغام دید الان تلفن زنده مستقیم داره اریکای عزیز از کرج به به یه دست برای بچه ها کرج سلام اریکا جون 9 ساله از کرج 9 سالش اریکا کریسمست مبارک اریکا جون اریکای 9 ساله کریسمست مبارک خوبی؟ تولدت هم پیشا پیش مبارک مری کریسمست مرسی که به ما زنگ زدی دوست داری به بچه ها کریسمست رو تبریک بگی؟ بگو کریسمستتون مبارک بگو بفرم بگم بفرم منتظری بگوشیم کریسمستتون مبارک خدا مرسی میشه وقت داریم که اریکا کوچولو یه دونه شعر کوچولو برام بخونه اگه دوست داره آخ تلفن اریکا قطع شد تازه میخواست برامون شعر بخونه بچهای دیگه میتونن زنگ بزنن اگه شعر کریسمسی بلدین واسه ما زنگ بزنین شعر کریسمسیتون رو بخونید یه تلفن دیگه ولی داریم پشت خط آرمان عزیز سلام. از شیراز 12 سالشه سلام آرمان سلام. عزیز از شیراز سلام خوبی شما آماده ای بریم توی مسابقه؟ چه سوال مهمی سلام آقا آرمان سلام کریسمستون مبارک کریسمست شما هم مبارک بچه ها یه تشویق کنیم آرمانی که داره با تلفن صحبت میکنه تشویق آفرین به شما خب حالا 95 سوالتو بپرس اون سوال مهم بود بلندتر پا؟ پا؟ بله بریم الان اونم گفت پا نه پا بریم تو مسابقه بیا برست شما مخواه بریم تو مسابقه بریم آرمان آرمان جونم آرمان عزیز ما اینجا 3 جعبه داریم که هر ستاشون با روبان قرمز بسته شده این بالاش هم 3 پاپیونه خب پاپیوناش قرمزه مثل همون روبانه ولی جعبه های زرده خیلی دقت کن جعبه ها زرده روبانا قرمزه ولی زیر این توپش بنفشه که هیچ ربطی به قرمز و زرد نداره. نداره چرا؟ چون بنفش ترکیبی از رنگ قرمز و آبیه یعنی موی منه موی ایشونه سر بنفشه خیلی خوب حالا که اینو توضیح رو دادم حالا بگو بریم توپ رو نشون بدیم بگو این توپه بعد از اینا جا به جا شد اونی که بنفشه ها زیر کدوم جعبه هست که زرده ولی روبانش داره سمت راستیه رو انتخاب کرد ما هم همون دکمه سمت جعبه سمت راستیه رو لمس میکنیم ببینیم که وقتی که اینجوری شد زیرش توپ محبت بنفش هست که ترکیب از رنگ قرمز و آبیه چرا یه نفر اشتباه جواب نمیده ما یه دقیقه بهادر رو ببینیم شما برو بچه ها آفرین به تو که درست جواب دادی برنده شدی آفرین مرسی عزیزم خدافظ حالا یه چیزی بخون یه عکسشو ببینیم یه دوست عزیزی که ازمون دلخوری میگه چرا عکسشو پخش نکردیم آیلین عزیز که عکسشو با عزیزش فرستاده دوره
دوست دارم ببینه خوشحال شه. بده بده. آیلین جون اینم عکست، ببخشید که عزیزش یعنی مامان بزرگش. آره مامان بزرگش. سلام به آیلین و عزیز جون. دوست داریم آیلین، کریسمست مبارک. مرسی. خب حالا همه بچه ها درست جواب دادن. متین زنگ زده بود که قرار شد متین جان کریسمس مبارک خیلی دوست داره. همه بچه ها که زنگ زدن درست جواب دادن، هیچی اشتباه جواب نداد. من یه دقیقه این بهادر رو ببینم، دلم براش تنگ شده. تبریک بگم بهش کریسمس رو. من اشتباه بگم ببینیش بزن. یه بار میخواد 95 شرکت کنه، الکی میخواد اشتباه جواب بده که ما بهادر رو ببینیم. نمیبینه سفر رو، این درخت زورشو گرفت. حالا چی شانسی؟ اشکال نداره. حالا خب یه دقت کن، مثلا اون داریم بخاطر تو نمیبینه چی رو دقت کنه. بله دیگه جواب چسبیه، چسبیده جواب. الان اینجا سمت شفیه بود، الکی اشتباه بگو بهادر دیگه، چون تا اشتباه نگی بهادر نیست. خب بگو شانسی بگو. سمت راست. گفت سمت راست، گفت سمت راست. هیچ الان میاد دیگه. نه 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 بهادر کجا بودی؟ کریسمست مبارک. سریع یه بار دیگه میدم تو. یه بار دیگه بیا بهادر، خودت بیا دیگه. بیا دیگه راست. نه 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 بهادر. بهادر بهادر نه 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 یکی دیگه انتخاب کن. از تو جعبه هست، خودش تو جعبه. آه یه بار بیشتر رخ نمیده. شیر حوصله شان نده، گویم چند من بعد جعبه بیام بیرون. ببین کجا از اون پشت بهادر. نه 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 من اونو جا گذاشتم. ما از این چی بهش میگن؟ فارسی چیه؟ آیپد؟ تبلت تو؟ تبلت فارسیه؟ آره. همه بچه ها میگن تبلت دیگه، میدونم. بریم یه صدای شما حالا بشنویم. بعد سارینای 3 ساله از باغ بهادران تماس گرفت، قطع شده. اسمشو خوندیم اول برنامه. کریسمست مبارک سارینای عزیز. مری کریسمس، مری کریسمس. بله ایشون چه لحجه ای هم داره. سلام به هلیا جون که تلفنش یه بار قطع شده بود. هلیا آفرین که دوباره زنگ زدی. 6 سال و نیمشه. سلام هلیا. هلو هلیا از خورم آباد، از خارج که زنگ نزده قربون برم. خوبی دیگه خارجی. خوبی هلیا عزیز؟ هلیا جون خوبی؟ هلیا کریسمست مبارک. سلام. کریسمست مبارک. کریسمست مبارک هلیا جون. آرشو جون بله کریسمست مبارک. صدای تلویزیونت کمه هلیا عزیز. دست درد نکنه، بپرس از کریسمست مبارک. مرسی ازم تصویر کنیم هلیا رو. وای اینم یه دونه. بله اینم یه ماچ از طرف 95. دوست داری بری تو مسابقه شرکت کنی هلیا جون؟ مسابقه دوست داری؟ آره. بریم مسابقه. بله بلند بگو بریم تو مسابقه. یه بله، یک دو سه. بله یه بله بلند بگو هلیا. بله آفرین. بریم تو مسابقه با هلیا عزیز و این جعبه هامون. بله سه تا جعبه داریم که یه توپ محبت زیر این جعبه ها هستش. خب ببینیم زیر کدوم جعبه است. چه پخش میشه؟ نشون بدید. بله. خب سمت راست توپ محبت، بذار ببینه توپو الان داره میچرخه، باید یاره دمونه کجا. اصلا اومدی جلو ندید. دوباره دید. اگه گفتی کجای تو؟ دیگه هم رنگ 95 کجای؟ روش هم نوشته محبت. گفتی سمت راست. سمت راست هلیا جون. بریم ببینیم سمت راست. گم
شدی شما این بری بود مستقیم بری سمت راست بری بله درسته توپ محبت همونجاست درست گفتی هلیا جونم کریسمست هم مبارک باشه هلیا جون مرسی شما برنده یه جایزه محبت شدی بله شما ماچشو بفرست ماچشو فرستدم بازم یه بار دیگه یکی از دوستان لطف کنه که اینو نشون بده چرا؟ اودلیای عزیزه که مامانش تماس گرفته عکسشو فرستاده و کریسمس رو از طرف خودش به اودلیا جون تبریک گفته گفته عکسشو پخش کنین اینم از این عزیزم دستگل خوشگل خیلی کریسمست مبارک دوست داری یه دونه دیگه هم بذار نشون بدم شادیم گفته چرا عکس منو نشون نمیدی؟ چرا؟ چرا؟ ما عکس شما رو نشون میدیم شادی جون عزیز دلم بیا بیا آه کریسمس مبارک شادی اینم شادی عزیز تو برف آره؟ 95 یه دونه پا بده به برفه؟ بله 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 شادی جونم اینم یه بوس برای شادی عزیز امیدوارم که دیده باشید همینطور بریم یه صدای بچه ها بشنمیم من که کاملا موافقم منم موافقم منی مثل که یه تلفن تلفن اول تلفن اینم از دیرین 95 سلام 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 راهل جون از اصفهان زنگ زده فقط شما سلام راهل سلام عمو جون خوبی؟ خوبی راهل جون کریسمس مبارک حالتون خوبه؟ شما هم اصفهانی هستی؟ حالتون خوبه؟ راهل جون خوبی؟ بله چهار سالشه بچه کوچیلو هنوز آره. بریم مسابقه متاسفانه تلفنش هم قطع شد آها صدای شما بچه ها بذار براتون توضیح خیلی کوتاه کوچولو بده این صدای شما قسمتی از اون نواریه که توی برنامه کامپیوترمون ضبط میکنه که وقتی شما تکرار برنامه رو میبینید شما تلفن های زیره بهش زنگ میزنید این تلفن ها همش میره تو پیغامگیر اینجا ضبط میشه این یه قسمت کوتاه از تمام اون پیامایی که ضبط شده بریم ببینیم عرض سلام و خیلی شما را دوست دارم هر روز برنامه شما را میبینم و خیلی دوستتون دارم خدافظ سلام من زهرا نیافت هستم از کرج من خیلی برنامه شما را دوست دارم همیشه برنامه تون را نگاه میکنم این برنامه خیلی برنامه خوبه من میخوام در برنامه تون شرکت کنم خدافظ سلام من سوگل هستم من از برنامه شما خیلی خوشم اومده میشه بیشتر این برنامه رو تکرار کنین تازه من از شما خیلی خوشم اومده دوستتون دارم خداحافظ الو سلام خسته نباشی من بیتا کارکار هستم از بهلوران تو مسابقه شرکت کنم سلام من برنامه لبخند رو از اون میزنم و خیلی دوستش دارم امیدوارم همیشه پخش بشه من مریم کریمی هستم از اصفهان خدافظ مرسی از شما دوستای عزیزی که برای ما پیغام گفتن ما رو دوست دارن من اتفاقا میگم دعا کنم بذار تلفن جواب بدیم بعد راجع به این پیام آخری صحبت کنم سلام متین دوباره زنگ زده متین که قطع شده بود تلفنش دوباره زنگ زده مرسی سلام سلام متین خوبی خوبی سلام سلام کریسمست مبارک متین کریسمست مبارک مرسی که زنگ زدی سلام من تو مسابقه شرکت کنم چشم بریم تو مسابقه با متین عزیز و جعبه های هدیه خیلی بریم تو مسابقه خب متین جان بله بریم شما سه تا جعبه میبینی
زیر یکیشون یه توپه، لطفاً جعبه ها رو نشون بدید که توپ محبت زیر کدوم اینا هست. این گوشه سمت چپه. برو ببینم که دقت کن به ما بگو. جانم عمو جانم آقای کندر، بله بله نشون نمیدی. چرا الان یک کوچولو سب کنی نشون میده. دقت کن وقتی دیدی بدونی که توپه زیر کدوم جعبه است. باشه متین جان دیدی الان؟ آفرین دقت. آفرین دقت. دیدی متین؟ باشه. بگو کدومه؟ چپ راست وسط کدومه؟ حالا میبینم. بگو چپ راست وسط توپ زیر کدام جعبه است؟ الان وسط. وسطه. گفت وسطه. درست شنیدم؟ ۹۵ گفت وسطه. درست شنیدم؟ همه درست شنیدم وسطه. بریم ببینیم وسطه. آه وسط درست بود. درست بود. تشویر میکنی؟ مرسی. کریسمست مبارک باشه. مرسی. کریسمست مبارک. متین عزیز مواظب خود باش. خدافظ. یه دونه راجع به پیغام آخری که گفتم خیلی وقت نداریم. میگم من دعا کردن بچه‌ها رو خیلی خیلی دوست دارم، چون واقعا از ته دلشون خیلی ساده دعا میکنن. آخری گفت من شما رو خیلی دوست دارم و امیدوارم همیشه پخش بشین. این چقدر با محبت دوست داریم. مرسی که اینقدر به ما لطف داری. خیلی خوب. فرزاد و فرهاد و دانیال هم کریسمس رو تبریک گفتن. مرسی. بهار جون، بهار من میشناسم. بهار، بهار سلام. سلام بهار. بریم آیه هفتگی رو ببینیم. بله. بریم ببینیم. خیلی خوب. تا آیه هفتگی بیاد بذار تشکر کنیم از همه پدر مادرها که کمک کردن که بچه‌ها زنده بمونن. دستشون درد نکنه. بفهم. اون توپه. آره نه اون توپه که بود زیر جعبه این آیه‌مون. چه آیه معروفی هم هست. زیرا خدا جهانیان را انقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان می آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. کتاب مقدس یوحنا باب 3 آیه 16. این آیه خیلی معروفی هم هست. تقریبا همه مسیحی‌ها اینو حفظن بچه‌ها. خیلی چقدر به کریسمس میخوره که خداوند در این روز قشنگ، روزی که ما همه جشن میگیریم، روز تولد عیسی مسیح، عیسی مسیح رو به ما داد. به ما محبت داد. مثل این توپی که زیر همه هدیه بود، بله. اون هدیه مثل عیسی مسیح و اونم محبت خدای به ما. به به خیلی هم عالی. خدا رو شکر میکنیم به خاطر این محبتش که به ما داشته. و ما یه عادت خوبی که داریم دعا کردنمون و شکرگزاریمون با آهنگ، با ساز و آوازه. بله. الان هم میخوایم همین کارو بکنیم. میشه؟ بله. خداوند مهربان که آفریده جهان از آسمان و دریا تا خشکی و جنگل ها ما کودکان زیبا در همه جای دنیا خورشید گرم و سوزان ماه قشنگ و تابا. بله وقت زیادی دیگه نداریم. فقط یک بار دیگه با هم بچه بچه کریسمس مبارک. یک دو سه بچه ها کریسمس مبارک. خدا بزن جا. خدا بزن.